با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون برابری در رابطه با حوادث بلوچستان که همونطور که در جریان هستید در طی هفته گذشته طبق درگیری که در منطقه مرزی سراوان رخ داد و تعدادی از مرزبانان کشته شدند، رژیم به تلافی این اقدام زندانیان سیاسی بلوچ رو اسیرکش کرد و یک فاجعه دیگه رو در تداوم 25 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی مجددا اون سیاست خونخواهی خودش و وحشیگری خودش رو بار دیگه نشان داد و زندانیان سیاسی بی دفاع و بی گناه رو به اعدام کشید. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای پرویز لاشاری، عضو حزب مردم بلوچستان، که نگاهی خواهیم داشت به این موضوع و نقطه نظرات ایشون رو در رابطه با این حوادث خواهیم شد. آقای لاشاری، ممنون از شما که دعوت رادیو تلویزیون برابری رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. خیلی ممنون. من تشکر میکنم از شما به خاطر این مصاحبه و همچنین از تلویزیون برابری. زنده باشید. آقای لاشاری، شما این موضوع رو یک نگاهی ابتدا روش بندازید که ارزیابی شما رو بشنویم از آنچه گذشت، اون اقدامی که صورت گرفت، اقدام جنایتکاری رژیم جمهوری اسلامی، بعد بتونیم به بیشتر به بشکافیم موضوع رو، حوادث چشم‌انداز آینده رو در منطقه بلوچستان مورد ارزیابی قرار بدیم. در رابطه با خود این موضوع که 16 نفر از زندانیان سیاسی بلوچ در زاهدان اعدام شدن، این در رابطه با حمله بود که در نقطه صفر مرزی سراوان صورت گرفته بود و زمانی که رژیم دست به اقدام زد این 16 نفر رو اعلام کرد که اعدام کرده، یعنی 12 ساعت بعد از اون حمله بود که حدود 14 نفر از مرزبانان مثلا ایران کشته شده بودن و خود داستان جمهوری اسلامی، داستان زاهدان اعلام کرد که این عمل اعدام این 16 نفر به خاطر اقدام تلافی جویانه بوده که بر علیه مرزبانان کشور انجام شده. این اولین باره که رژیم صراحتاً اعلام میکنه در تلافی یک اقدامی تعداد دیگه از زندانیان سیاسی رو اعدام میکنه، به نوعی یک دادگاه بلخی رو تشکیل میده که در نمونه خودش بی سابقه است. بله، کاملا درسته. البته اولین بار نیست که این اقدام رو انجام میده، یعنی این چنین عملی رو انجام میده، منطقه اولین باره که خودش اعتراف میکنه. چون یادمون باشه حدودا 3 سال پیش اعدام سیاسیان 67 تابستان 67 که خیلی در موردشون گفته شده، خیلی مثلا سند و مدرک راه شده، اون که برای همه واضحه، ولی توی بلوچستان حدودا 3 سال پیش، 3 سال و نیم پیش، وقتی که توی چابهار یک انفجاری صورت گرفت توی فرمانداری چابهار، رژیم روز بعدش 11 نفر از زندانیان بلوچ رو اعدام کرد ولی علنا اعلام نکرد که ما به تلافی این کار، به اصطلاح این انفجار، این عمل رو انجام دادیم. الان وحشت رژیم اینقدر زیاد شده که به خاطر اینکه مثلا به وحشت و این وحشت رو در بین مردم و فضا رو امنیتی بکنه، خودش میاد اعلام میکنه صراحتا، بدون در نظر گرفتن مسائل بین المللی، بدون در نظر گرفتن اینکه که فردا مثلا مورد بازخواست قرار بگیره، میاد اعلام میکنه، میگه که ما این افراد به تلافی 14 مرزبانی که کشته شدن انجام دادیم. البته به نوعی میخواد جلوی اقدامات بعدی هم بگیره که اگر دوباره چنین اقدامی صورت بگیره همچنان زندانیهای سیاسی بی دفاع دیگه رو اعدام بکنه و از این طریق بخواد مانع یک چنین اقدامی بشه. کاملا درسته، کاملا درسته. ما میدونیم که حدود 8-9 سال پیش خود رژیم علنا اعلام کرد، نماینده مجلس رژیم، نماینده مثلا زابل بود فکر کنم، توی مجلس صراحتا اعلام کرد که ما 700 زندانی بلوچ داریم
توی زندان مرکزی زاهدان و همه حکم اعدام گرفتن. همه منتظر اعدامه. و بعد از جریان اعداما و بعد از جریان مثلا این کشته شدن 14 نفر مرزبان ایرانی، روز بعدش شروع کردن دوباره به گروگانگیری. الان من آمار 12 نفر رو دارم که توی سراوان همین روز بعدش دستگیر شدن، چون رژیم میخواد همیشه یه تعدادی رو برای ذخیره داشته باشه که مثلا فردا اگه اتفاقی افتاد بتونه اینا رو در مقابل کسایی که کشته میشن اعدام کنه. و به این شکل میخواد اون وحشت و نفرت رو توی بین مردم بلوچ وجود بیاره. البته میدونید، همونطور که میدونید فقط الان منطقه بلوچستان نیست دیگه، اعدامی هم ما در کردستان داشتیم که در اونجا نیست. 3 نفر تا کنون اعدام شدن، زندانی های سیاسی که در حال به جرم فعالیت سیاسی بر علیه رژیم اعدام شدن. و خب کسای دیگه هم هست در منطقه خوزستان ایران، عرب هایی که اونا هم زیر حکم اعدام هستن. به حال نشون میده که رژیم در مقابل خواست مسئله ملی بیرحمانه عمل میکنه. و این اعتراضاتی هم که حالا درست یا نادرست که ما به این خواهیم پرداخت، اون اشکال مبارزاتی هم که وجود داره، مسئله ملی رو پاسخش رو با سرکوب و اعدام و شکنجه بخواد جواب بده. شما تو این رابطه چه فکر میکنید؟ یا واقعا رژیم میتونه سرکوب بکنه این خواست بر حق مردم بلوچ رو یا نه؟ من فکر نمی کنم، چون درسته، کاملا درسته همینطور که شما می فرمایین. دید مثلا حکومت مرکزی هم از جمهوری اسلامی یا حتی مثلا در رژیم گذشته زمان پهلوی، به طور کلی دید حکومت مرکزی به مناطق ملی یک دید امنیتی نظامی بوده. و به همین خاطر همین این مناطق عمدن عقب مانده نگه داشته شدن، تا اینکه هم از نظر اقتصادی بگیم، از نظر سیاسی بگیم، از نظر فرهنگی، از هر نظر. و الان مثلا یه چیزی که اضافه شده به این همه مثلا تبعیض مضاعف، مسئله مذهبی است. الان توی بلوچستان یا توی مناطق دیگر سنی نشین ایران، مردم به خاطر مذهبشون، حتی توی مرکز مثلا بهایی رو ببینیم یا مثلا مذاهب دیگری که هستن، مورد تبعیض علنی رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفتن. و من فکر نمی کنم هیچ دولتی، هرچند که مثلا قدرتمند باشه، بتونه مثلا خواست یک جمع یا خواست یک ملت یا ملیت رو بتونه با نیروی انتظامی سرکوب کنه و از بین ببره. شما اشاره کردید به این تبعیض مذهبی، حتی رژیم بخوام بگم حتی در بین شیعیان هم باز تبعیض قائله، چون تفسیر حکومتی رو قبول داره. کاملا درست. حتی شیعه هم بگن قرار میدن در بین خود شیعه هم در واقع اختلاف است با خود حکومت. همین جهت بخوام بگم اینقدر دامنش تنگ و محدوده که دیگه فقط اون چارچوب حکومتی در واقع کاملا درست. به هر حال این انتخاباتی که در ایران از سر گذشت با انتخاب آقای روحانی که قرار بود یک حکومت تدبیر و اعتدال باشه، گویا خبری نیست. این تدبیر و اعتدال گویا فقط در سازش با غرب گویا قرار صورت بگیره، ولی در داخل گویا همچنان شمشیر از رو بسته شد و جواب خواست مردم با زندان و شکنجه و اعدام این هاست. شما در این رابطه چه نظری دارید؟ من فکر میکنم، خب ما میدونیم که آقای روحانی نماینده ولی فقیه در شورای امنیت ملی بوده در 30 سال اندی که حکومت جمهوری اسلامی بوده، یکی از مهرهای اصلی رژیم مخصوصا در رابطه با امنیت بوده، امنیت ملی. من فکر میکنم این یک خیال واهی که بخوایم مثلا از آقای روحانی انتظار داشته باشیم که بخواد مثلا مسائل داخلی رو بتونه به شکلی که به نفع مردم ایران باشه حل و فصل کنه، شاید براش راحت تره که بتونه با
کشورهای خارجی و مثلا کشورهای غربی سر مسئله اتمی کنار بیاد، شاید، مطمئن نیستم. یعنی که فقط میخواد مثلا خب وقت بخره. و از اون طرف هم که یادم باشه تو اون مناظره سیاسی خودشم که خیلی سر صدا و پا کرد گفته بود که مثلا خوبه مثلا چرخ سانتریفیوژا بچرخه به شرطی که مثلا اقتصاد کشورم بچرخه. این مثلا جمله دقیق خودشه. حالا من فکر میکنم شاید مثلا یک سازشی نم که 100%، ولی خب در یه حدی که مثلا دو طرف بتونن با هم کنار بیان تا یه مدتی تا اینکه مثلا برن دنبال یه چاره دیگه، شاید بتونن مثلا به یه توافق نسبی برسن. ولی در مسائل داخلی من هیچ انتظاری یا اینکه توقعی، یا ما بگم که ما مثلا از طرف از مردم بلوچستان هیچ گونه توقعی از کسی که 30 سال اندی توی یکی از مهمترین ارگانهای امنیتی رژیم بوده انتظاری داشته باشه. آقای لاشانی، حالا برگردیم به خود احزاب اپوزیسیون بلوچ، الان به خصوص که همین موضوع جیش العدل که بهانه دست رژیم داره. ما میدونیم به هر حال در وضعیت بلوچستان خب تبعیض شدید قومی وجود داره، مذهبی وجود داره، از نظر اقتصادی خب واقعا محرومیتی رو به اونجا تحمیل کردن که بی‌سابقه است و اینها. ولی اونجایی که من اطلاع دارم میدونم که منطقه بلوچستان به هر حال تجربه تحزب هم داشته، از اونجایی که خیلی هم مرز بوده با پاکستان و در اونجا احزاب بلوچستان احزاب چپ و رادیکالی هم وجود داشته، این مراودات در واقع تأثیر خودش رو در اون احزاب اون منطقه هم باشه. ولی الان این اقدامی که صورت گرفته، اقدامی که توسط همین جیش العدل صورت گرفته، یک اقدام ارتجایی به هر حال هست، چون داره اون ور قضیه هم یک جنگ قومی مذهبی رو بخواد دامن بزنه و به یه شکلی که در این توازن قوا که هیچ وقت نمیتونه تأثیر بذاره، میبینیم که بهانه به دست رژیم میده و این کشداری شاهد هستیم. و از اون طرف هم استدلال ها و دلایلشون میتونه در واقع دامن بزنه به همین اختلاف مذهبی بین شیعه و سنی و اون همبستگی مردمی که میتونه در مقابل خود این رژیم باشه علارغم اختلافات قومی و مذهبی اینا، ولی اونها هم در واقع یک طرف تناب رو دارن میکشن و این دو دستگی و همبستگی رو در بین مردم منطقه و بین مردم ایران حتی میتونه ضرب بزنه. من می‌خواستم نگاه و نظر شما رو به عنوان فرد سیاسی که به هر حال تجربه زیادی از اون منطقه با احزاب سیاسی رادیکالی اونجا هم آشنایی داشتید، ببینم نظرتون چیه در رابطه با این تشکل جدیدی که الان ابراز وجود کرده و این اقدام انجام داده. بله، من به طور کلی مردم بلوچ مردمی سکولار هم. من مثلا خودم یادمه که مثلا همسایه ما یه مثلا بهایی بود، مغازه‌دار بغل خونه ما یه سیک بود که از هندوستان اومده بود. دیگه مسئله مثلا شیعه بودن و سنی بودن اصلا برای ما مطرح نبوده اصلا. ما ولی خب مثلا این رژیم بود که در واقع با اون تفکر ایدئولوژیکی که داشت میخواست که مثلا جو و منطقه رو مذهبی بکنه. و بعد یکی از دلایلش که در بلوچستان این فضا خیلی مذهبی شد، رژیم خواست خود رژیم بود. رژیم میخواست از این طریق نیروهای مثلا ملی رو، نیروهای نیروهای چپ رو از میدان بدر کنه و به جایشان که مثلا خب بیشتر با رژیم مثلا تقریبا نه به لحاظ مذهبی ولی به لحاظ ایدئولوژیک تقریبا در یه سطح قرار داشتن، اینا رو مثلا تقویت کنن اونجا. و ما حتی در خارج از کشور هم میبینیم که مثلا خب این رژیم بود که شروع کرد مثلا این اختلافات رو بین شیعه و مسلمان های سنی مثلا ایجاد کنه. اگه یادمون باشه مثلا ایجاد حزب الله توی لبنان، یا اینکه مثلا همین الان که مثلا ما میبینیم که مثلا خب سوای اون مسئله
استراتژیکی که برای رژیم داره سوریه، کمک به بشار، خب یکی از این مسائله. یکی از این مسائلش حتی مثلا کاری که توی کشورهای خلیج میکنه از جمله بحرین، این مثلا جنگ پنهان خود رژیمه. الان من داشتم دیروز فیلمی که بی بی سی پخش کرد از جنگ پنهان رژیم تو سوریه، یعنی واقعا خیلی وحشتناکه. نیروهای مذهبی داریم، نیروهای مثلا رادیکال داریم، ما تا این نیروها مسببشون کیه؟ عرض کردم مثلا اگر رژیم به خواست مردم بلوچ، به خواست ملیت‌های مثلا ایران میتونست جواب بله بده، یعنی که حداقل مثلا در یه سطحی که مثلا توی تهران هست مثلا میذاشت فعالیت فرهنگی داشته باشند، فعالیت صنفی داشته باشند، من فکر میکنم توی بلوچستان کسی یا حتی مناطق دیگه به اون طرف کشیده نمیشد. حالا مثلا ما الان بر فقر اقتصادی، الان بر فقر فرهنگی، ما فقر مثلا سیاسی هم اونجا حس میشه. حالا که شما میدونید که ما مثلا خب از 7-8 سالگی مثلا زبان فارسی رو یاد میگیریم، بعد از اینکه مثلا به مدرسه میریم زبان مدرسه که ما اونجا داریم، من فکر میکنم تعداد بیشماری مدرسه کفری داریم، بچه ها مثلا توی اون هوای 40-50 درجه میشینن توی مثلا یه سایبون، یعنی که زیر یه درخت مثلا میخوان مثلا تحصیل کنن و بعد مثلا برای کنکور مثلا برن با کسی که مثلا همه امکاناتو داشته اونجا مثلا رقابت کنن، و تازه رقابت میکنن بعدا که مثلا خب اگه تعدادی هم مثلا موفق بشن بعد مثلا کار چی میشه؟ این تعویضاتی که مثلا اونجا هست، ببین مثلا مردم بلوچ به خاطر بلوچ بودنشون هر روز مورد تبعیض و تحقیر قرار میگیرن، مردم بلوچ به خاطر سنی بودنشون هر روز مورد تو سرزمین مادری خودشون ها، تو جایی که مثلا سرزمین ابا اجدادیشونه اونجا مورد تبعیض قرار میگیرن از طرف دولت، از طرف دولتی که میبایست مدافع منافع و حقوق اونه باشه. حالا دیگه در رابطه با مسائل، من فکر نمی کنم مثلا اینا مثلا جای نیروهای رادیکال توی بلوچستان جای زیادی نداره. چرا الان چرا فکر میکنی که همین؟ من میخوام موضوع رو همینجا، موضوع مهمیه به هر حال، اگر قرار بشه به این خواست مردم محروم بلوچ و دیگر ملیت‌های ایران پاسخ اساسی داده بشه، به هر حال نقش نیروهای چپ و رادیکال به نظر من خیلی مهمه که بتونن، چون به هر حال اگر اون جریانات ارتجایی که همونطور که خودتون گفتید به خاطر سرکوب تمام عیار رژیمه که باعث میشه که نیروهای ارتجایی هم سر بلند کنن و اشکال ارتجایی در مقابل رژیم بایستن، همینطور گفتم مثلا جیش العدل که میاد سربازان مرزی بیگناهی رو میکشه و بعد از اون ور بهانه دست رژیم قرار میده، تعداد دیگه اعدام میشن و میدونیم که این شکل از مبارزه واقعا راه به جایی نمیبره. به همین جهت میخوام ببینم که نقطه ضعف کجاست، که چرا به قول معروف نیروهایی که من میدونم مثلا نیروهای چپی اونجا بودن از سابق، از جمله مثلا نیروی بامیستار که مثلا سالها اونجا فعال بودن، کاریرا بود، یعنی جریانات احزاب دیگه بودن که اونجا فعال بودن، به هر حال تونسته بودن مردم بلوچ مثلا ارتباطات رو برقرار کنن، خواسته های اونا رو بیان بکنن، چرا فکر میکنید که الان نمیتونن داشته باشن و میدان پیدا کردن این جریانات؟ من فکر میکنم که اگر روی این موضوع متمرکز بشه موضوع مهمی خواهد. بله، ببینید مثلا بعد از سرکوب شدیدی که در سال 60 از 60 به بعد دیگه توی همه ایران مخصوصا توی مناطق ملی نشین وجود اومد، اون سرکوب باعث شد، محدودیت هایی که وجود اومد باعث شد که خب یه امکانی برای نیروهای مذهبی وجود بیاد که تو اونا مثلا اون موقع اینقدر مورد حمله و نمیدونم مورد سرکوب واقع نبودن، و بعد این خواست خود رژیم بود.
یعنی کاملا همانطور که عرض کردم میخواست خود رژیم بود به خاطر بدر کردن نیروهای نیروهای چپ یا نیروهای مثلا ملی از میدان و دادن میدان به دست نیروهایی که مثلا تقریبا همتراز خودشون بودن. و هنوز هم که خب مثلا ما میبینیم که الان اثرات این عمل خودشو الان خودش میبینه. واقعا مثلا من همونطور که عرض کردم نیروهای رادیکال یا نیروهای مثلا مذهبی توی ایران، مذهبی مثلا مذهبی رادیکال توی بلوچستان جای آنچنانی نداره. مردم بلوچ طبعا آدمای سکولاری هستند، آدمایی هستند که مذهب براشون زیاد مهم نبوده که مثلا حتما مثلا من چون این مثلا روشو دارم حتی همسایه من باید همین روشو قبول کنم. خب آقای لاشر اگه موافق باشیم بخش پایانی گفتگومون رو بذاریم روی اقداماتی که به نظر من فعالین سیاسی باید انجام بده در تقابل با این جنایت رژیم. همونطور که میدونید خودتون هم گفتید الان تعداد دیگه‌ای رو دستگیر کردن آماده برای اعدام‌های بعدی و این خطر وجود داره که رژیم هر از گاهی به هر دلیلی تعداد دیگه‌ای رو از زندانی‌های سیاسی رو اعدام بکنه. شما به عنوان یک حزب مردم بلوچستان خواهم بینم چه اقداماتی رو الان در دست دارید در تقابل با این اقدام رژیم و انتظارتون دیگه از دیگر احزاب و سازمان ها چیه؟ ببینید همون زمان که دادستان به صلاح زاهدان اعلام کرد که ما 16 نفر به تلافی مرزبانان اعدام کردیم، گفت در ادامهش گفت که این یکی از اون اقدام هاست. یعنی منظورش اینه که خب حتما کارهای دیگه حتما باید انجام بدن، از جمله حتما مثلا تعداد بیشتری از زندانیان در خطر اعدام هستن، دستگیری ها همونطور که عرض کردم دستگیری های زیادی در الان شروع شده، جو خیلی توی بلوچستان امنیتی شده، پست های به اصطلاح بازرسی زیادی گذاشتن، گشت های به اصطلاح نیروی انتظامی بیشتر شده، یعنی اونجا کاملا دیگه فضای امنیتی شده. در این رابطه خب ما با توجه به ابعاد این و عمل ضد بشری جمهوری اسلامی من فکر میکنم ما مدارک کافی داریم برای اینکه این واقعا یک عمل تلافی جویانه بوده. زندانیانی که مثلا از سه سال نیم پیش دستگیر شده توی زندان بودن، تحت بدترین شکنجه های جسمی و روانی بودن، حتی خیلی از اینا مثلا نامه نوشتن، مثلا نوار ضبط صوت پر کردن که مثلا فرستادن بیرون که از کمیسیون سازمان ملل و همچنین نماینده حقوق بشر سازمان ملل آقای احمد شهید درخواست کرده بودن که اینا اونجا تحت شکنجه قرار گرفتن و اونا به ناحق دستگیر شده و شاید اعدام بشن. در نتیجه من فکر میکنم که خب ما این امکان رو داریم الان با توجه به اسناد و مدارکی هست، اعترافاتی که خود داستان رژیم انجام داده، این مسئله رو پیگیری کنیم و اگر با توجه به همکاری که بین سازمان‌های مختلف اپوزیسیون هست و سازمان‌های حقوق بشری اگه بتونیم واقعا این مسئله رو به دادگاه جنایی لاحق بکشیم من فکر میکنم کار بسیار بزرگی کرده. ولی الان در این مرحله بیشترین تلاش ما این خواهد بود که از اعدام‌های بیشتر و دستگیری‌های بیشتر جلوگیری کنیم با نوشتن نامه، با افشاگری‌هایی که صورت می‌گیره و حتی با تظاهرات و اعلامیه‌هایی که از طرف سازمان مختلف ارائه می‌شه. به هر حال امیدوارم در این اقدامتون موفق باشید. من امیدوارم که دیگر نیروهای چپ و رادیکال بتونن در این اقدام هم زمان همگام با شما و دیگر ملیت‌های ایران بتونن
اقدامات مشترک، تظاهرات های مشترکی رو پیش ببرم و مانع اعدام های بیشتر در ایران بشه. برای ممنون از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. خواهش می‌کنم.